میکنه عوضی؟ حالا مگه چیه؟ چطا شدن؟ آه با باید بریزی تو دستشوی؟ چطا مگم؟ باید میگه چطا مگم؟ من هر دو مریض میکنی؟ ده 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 لا لا میدونم چطه، مریم مال خودمه. بیا بابا دیرم شد. چطه اومدم خلیل خان، اومدم نوکرتم. سر پاسمان جلالی بود. آره خلیل خان. چطونه شما همش مثل مرغ و خروس با هم میپیچین؟ رقابم عشقی؟ آره. چطور مگه؟ تو نمیری این صد دفعه بهش گفتم اگه به جای رقابت با من به کارت برسی این دختر طفل مصوم گم نمیشن. راستی جریان این گم شدن دخترها چیه؟ نمیدونی؟ نه والا. این سر نخ، سر نخ که میگم داستان شیرینی داره که از پلتیکای عجیب خودمه. چند سال پیش که مأمور ضد قاچاق بودم با همین سرپاسوان خودمون مأموریت داشتیم چند تا قاچاقچی رو دستگیر کنیم. من همیشه با دستگاه‌های مختلف رابطه دارم. با یه ماشین کرایه‌ای اونا می‌خواستن جنسو وارد کنن، چون همیشه قاچاقچی‌ها از ماشین‌های کرایه استفاده می‌کنن. رفته بودم تو صندوق عقب ماشین قایم شده بودم و همین طور که قاچاقچی‌ها می‌رفتن من یه قرقره نخ نایلون رو باز می‌کردم تو جاده. سرپاسوانم که خب همیشه گوش و زنگ کار ما هست دنبال ما سر نخو گرفته بود و می‌اومد. همچی که قاچاقچی‌ها اومدن در صندوق باز کنن که جنس‌ها رو در بیارن، من با همین هفتی تسلیمشون کردم. خب می‌خواستم یه کمک برسه که دیدم سرپاسوان جلالی به موقع پیدا شد. دیدن سر نخو دور انگشتش پیچیده و همینطور دنبال ما اومده. به موقع واقعا به موقع رسیدا. تا دیدمش گفتم سرپاسوان. بله سرکار. توی سرپاسوان دیدیم به موقع رسید. همیشه به موقع میرسه. خب دیگه بقیه پلتیکا باشه واسه یه روز دیگه. حالا باشیم بریم من با سرپاسوان یک کمی صحبت کنم. سرکار باز که برای بچه ها رو دور خودتون جمع کردی. خب دیگه چه میشه کرد، تو که میدونی من عاشق بچه ها هستم. خب خبر تازه چی داری؟ بفرمین سرکار، بازم یه دختری دیگه گم شده. چایی عجب بساطیه. میدونی سرپاسبان، بالاخره پرونده اینا رو باز بدن به خودم تعقیب کنم. سرگاه پولتیک چه کنم دیگه، ما همه پولتیک رو بلدیم. اگه پروندهشو به سرگاه استوار معول کنن یه پولتیک تمومه. خواب یه سکته ناقص کردی. چه پر پشته. خیلی خان، آخلی چیه؟ چیزی نیست، هول نشو. فقط میخواستم ازتون یه سوالی کرده باشم. بگو. میگم که وقتی اومدی اینجا سیبیل مبارکت کم و کسری چیزی نداشت. چطور مگه؟ یعنی این موضوع ناموسی در بین نبوده که سیبیل پرپشت جوگندمی تو گرو بذاری؟ ما حرف خودمون حجت سیبیل گرو نمیذاریم. یه وقت مست بودی حالیت نبوده، نصف سیبیل، ثلث سیبیل، ربع سیبیل، عاشر سیبیل، گروه این چیزی نشتی، پول بودی نشتی. سیبیله تراشیدی؟ من چه مربوط دستم بودی؟ یاد خوردی به این؟ علامه چه مردونگی رو تراشیدی؟ برخواه خواهد تمشه من دیم. که با خوردی سیبیل را برم مرد نباید سیبیل باشه، باز فرشم باشه. برخواه سیبیله تو دور رو بابا من نکردم سیبیل باری. چیه نالی؟ احمد توفی؟ سلمونیه؟ مثل اینکه میگه یکی داره اونو میزنه. باز برم سرکا به درک. سرپاسبان برسرکا. خب بگو ببینم چی شده. چی رو بگه سرکا اینکه لاله. میذاری ببینم چی میگه یا نه. الله اکبر. مثل اینکه بیگه زدن در به داغونش کردن. نمیشه. چی نمیشه؟ سرکار محمد توفی که من میشناسم اینقدر در به داغونه که از این در به داغونتر نمیشه. سرپاسبان برسرکا.
پاشو بریم ببینیم چی شده. بریم لالی. سرکار ببین چی کار کرده، نصف سیبیل مردمم رو زده. خیلی خب بابا از ریشه که در نیمده، جاش در داده. من شاکیم. نصف سیبیل مردمم رو زده. من شاکی زده. این باید شاکی باشه. نصف سیبیل رو آره بوده. بله سرکار اینا. خیلی خب، خیلی خب، هر دوشونو بیان کنان تری. هرچی شما سرکار. یادم سرکار. اول اون باز برم. چند دفعه باید بگم مسائل خصوصی رو با کار اداری قاطی نکن. باز یک گزک دست اومد جانب طرف احمدی رو گرفتی؟ چه گزکی سرکار؟ زده نصف سیبیل بابا رو برده؟ خب زده که زده، اون که نباید به خاطر یه تاق سیبیل بزن احمدی رو در به داغونش کنه. آخه سرکار دوباره ورش رو بیا آشتیشون بدیم. هرچی شما بگی سرکار. سلام سرکار. پس احمدی کو؟ نمیاد سرکار. یعنی چه؟ مگه اینجا خونه خاله است؟ برو ورش تو بیار، اگرم مقاومت کرد صورت جلسه کن. چی ای سرکار؟ همچین بیارمش که خودش از کنه. در پاسبان. بله سرکار. با زبون خوش. باید کار خصوصی داره خودش میاد. هرچی شما بگه سرکار. بخشید. سلام علیکم سرکار، فرمیشی دارین؟ ببینم، گوشو ایستاده بودی؟ چطور بکن؟ سر پاسبان. بله سرکار. بیا یه کاغذ بردار صورت جلسه کن، ازشون رضایت بگیر. من زده سرکار. نه تو سیبیل مردونمو زده سرکار. من شاکر سرکار. من سیبیل مردونمو. چطور بکن؟ چطور مگه چطور مگه؟ خیلی خوب دیگه. لجبازی رو بذاریم کنار، شما دوتا کاسبین توی من، چشمتون تو چشم همه، رضایت بدیم برین. یاله بینم. یاله بیا. شما دوتا یه دقیقه صبر کنید. من علیل آقا شما چند دقیقه بیرون باشید. شاش شما بیرون باش. خیلی توفت انداز گرد. من خوب میدونم که شما هر دوتون مریم رو دوست دارین، اما به جای بچه بازی ها و لج کردن ها بهتره عاقل باشه جان من. بالاخره دخترم باز عقیدش بگه دیگه. من امشب باهاش صحبت میکنم ببینم از شما دو نفر کدومتونی میخواه. معلومه دیگه سرگر من دوست داره و یه تفتفیه دوست داره. ده هفت که تفامو لازم داره. بله بله بس نکنین دیگه. آخه تو برو فعلا رضایت این دوتا رو بگیر و اما تو آقای تفتفیه انقدر اینجا تفلنگاز دفتر منی کثیف کردی، خجالت داره، برو به کارت برس. هرچی شما بگید. مارز یال رابیا تو ادارهشو شیر میشن. وای خدایا چه خاکی به سرم بریزم. این دختر برادر من چی شد سرکار؟ این دختر برادر من چی شد؟ آقا جان صبر داشته باشی، ما مشغول تحقیقات هستیم. نه آخه دختر برادر من وضعش فرق میکنه. اون با هزار امید و آرزو از شهرستان اومده تهران که پیش من گردن شکسته بمونه و درس بخونه. وای خدایا چه خاکی به سرم بریزم. آخه جان من آب خوردن که نیست، تازه شما که تنها نیستین، از دو ماه پیش به این طرف سه چهار تا دختر دزدیدم. بله بله شما باقالی پلو داری؟ آره امروز دیگه حتما با حاجی دعوا میشه. خب چی کار کنم؟ والا آدم نمیدونه چی درست کنه که مردا بونه نگیرن. تو چی درست کردی؟ هیچی. اما استوار که نهارو تو اداره میخوره، منم که رژیم دارم. رژیم؟ تو رو خدا تو دیگه هر چی دستت میرسه بخور، داره بند از بند جدا میشه دختر. بهتره تو به آدم بگن خیلی که چربی. ببینم نکنه سرپاسبان جلالی خوشش میاد. آره کیف میکنی داداش، نشونه جدیده. داداش من شب خونه یک رفقا مهمونم، دیر میام خونه. داداش خوش بشی، نگاه کن. آخ ما تو بکن با خواهی داشتی کن. بله من که هنوز تصمیم ندارم ازدواج. ایبای جهانگیر خان تصمیم ندارم ازدواج کنم، هر وقت هم تصمیم گرفتم باید با مشورت عمو استوارم باشه، اختیار داره من اونه. نه 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 نه
سلام علیکم سرکار. سلام. نوکرتم سرکار. ماشاءالله بر بازرو باش. سلام. 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 چی داری مریم؟ شما که گفتی نهار تو اداره میخوری؟ کارم تموم شد اومدم دیگه. یه چیزی حاضری درست کن دیگه بابا. زود باش. سلام علیکم. احمد آقا کراوات زدی؟ خب مبارکه. یه جلو بینم. به نظرم خیلی آشنا. چند خریدی؟ از کجا خریدی احمدی ها؟ از فنارسه پسرم من فرستاده. قیمتش هم تقریبا 200 تومنه. فنارسه نیست و فرانسه است. تازه اینم مال فرانسه نیست و ساخت بازار سید اسماعیله. قیمتش 200 تومن نیست و 5 تومن 5 داره. پسرم این ناکست هم نفرستاده و از تو کماد من برداشتی. مانه که رفت میکنی سرکا تو طرف داری رقیب رو میکنی بیا جلو بینم بیا جلو بله سرکا به به سرپاسبان جلالی که این نشونه رو گرفتی؟ سرکا دیارتون نیست که گرفتم اون دفعه که حسن دباغ دستگیر کردم بانکو زده بود 1,000,000 تومنم دزدیده بود مسلم بود بله سرکا همون موقع اون نشونه های لیاقت و شجاعتی بهم دادن دیگه تو هم که بلوف بیای سرپاسبان حسن دباغ مسلح نبود بانک هم نزده بود از بقالی دزدی کرده بود دزدیش هم 1,000,000 تومن نبود یه حلب روغن نباتی بود تو هم دستگیرش نکردی استوار خلیلی گرفتش تازه اینم نشون شجاعت و لیاقت نیست نشون درجه یک سپاس منه بکنش سوخته هاشو میخریم هستیم میخوام هیچ کنکی تو کار نباشه هرچه هستین راست حسینی همون باشین میخوام برادرزادم درست فکر کنه و انتخاب کنه تا فردا صبحم بهتون جواب میده حالا برین دنبال کارتون چی عوضی میزنم مخصد آقا میکنم بزن جان میزنم چنان باید حرف بزنم حالشو داری؟ البته همینجور اون شعر شنیدی که میگه هر دختری شوهر میخواد شوهر میخواد همینجور از شوخی گذشته تو بالاخره باید سر سامون بگیری همینجورم از دست من خسته شده به الله اکبر نه جانم نه عزیزم تو اگه تا آخر عمرت هم پیش من باشی من خسته که نمیشم هیچی خیلی هم خوشحال میشم این چشم از اون چشم راضی تره همین که برای تو زندگی نشد آره عمو جون من تو رو بین سرپاسبان و احمد آقا آزاد میذارم که هر کدومشون خواستی انتخاب کن به نظر من هر دوشون آدم های سالمی هستن خلاصه فکرات بکن روی یکیشون انگوش بذار No, no.
چشمای رقیب اون زیبا نمیدی کاشکی 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 اون خوشگل رو کس دنیا نمیدی کاشکی 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 توی جنگل دور یه گل ببود اونجا اونجا من اون دوتای تنها بودی مثل مثل پرنده های بی‌پروا بودی داره آواز میخونه. خب تو هم برو بخون. سرکار من بلد نیستم. تو چه هنری بلد هستی؟ خیلی چیزا سرکار. مثلا سلمونی گری نه؟ آره دیگه سرکار. برو پیکارت بابا اینم شد هنر. برو بذار بخوابیم. برو قاله بکن. کنف میکنم. احمدی. ولی سرکار تو هیچ فیلمای فارسی رو دیدی؟ چطور مگه؟ دیدی جای هنرمندیشا یکی دیگه آواز میخونه بعد اونا لبشونو تکون میدن؟ آره سرکار. خیلی خوب تو هم دهنتو تکون بده من جات میخونم. چجوری میشه این کارو کرد؟ تو تکون بده کاری نباشه. چرا سرکار ناکردم رفتم که تکون بدم. حالا دیگه با سرکار و سوار هم دست میشی؟ خیال میکنی با بچه دروی ها؟ چی بیشتر تو؟ به شانسم Ah.
خونه حاج هستم. آبا شما ها که میدونید چه جور آدمه، یه خونه برید و معطر بازی کنید. خیلی خب بیا بریم برات بگیرم. اومدم بابا. سلام حاج آقا. علیکم سلام، حال شما چطوره؟ این بچه ها داشتن بازی میکردن، توپشون افتاده تو خونه شما. بچه‌ها دیگه ببخشیدشون، توپشون رو بهشون بدیم برن. این دفعه به خاطر شما پس میدم، همون یه دفعه دیگه من دادم پس نمیدم. من ضامن. خیلی متشکرم، قربون شما. الان برات میام سرش. مگه سر کار استوار است پس این حاج حسن بر بیاد. بیا جان. بفرمایید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سرکار ازتون خواهش میکنم شما را به خدا یک کاری بکنین، من جواب فامیلمو چی بدم؟ دختر یکی دونه برادر مرحومم بود. سرکار خواهش میکنم به من بگین تا حالا چه اقداماتی کردین. الله اکبر. آخه آقا جان مگه اسرار اداری رو میشه فاش کرد؟ پس آخه یه راهی جلو پای من بذارین. این هم یه حرفیه. ببین آقا جان، از اینجا شما پا میشی میری تا دم در، در رو وا میکنی، از پله ها میری پایین، همینجور یه راست میزنی به چاه. این راه چطوره؟ من به مقامات بالا شکایت میکنم، من اعلام جرم میکنم. شما برای پیدا کردن دخترای گم شده مردم هیچ اقدامی نمی‌کنین. همین دو روز پیش بود که باز یه دختر دیگه گم شد. ما به وظایف خودمون آشناییم، از تهدیدهای شما باکی نداریم. یه دفعه بهت گفتم ما در تعقیب قضیه ایم، تموم شد رفت. حالا بفرمایید بیرون، بفرمایید. بسیار خوب، بهتون نشون میدم. شاگردیای منه، من میدونم کجا رفتی. مریم کجا داری میری؟ بفرمایین تو. چه عجب مریم خانوم، خیلی خوش اومدی. زبون نریز بچه که من از اوناش نیستم، فقط اومدم بپرسم ملی کجاست. ملی؟ من از کجا بدونم؟ از خیلی جاها. دیروز به من گفت بعد از کلاس میاد اینجا. ولی نیومد. چاخان بلغور نکن بچه، من خودم تا اینجا رسوندمش. آره اومد بعد رفت. خب پس باید به عمو استوارم بگم دو کلوم باهات حرف بزنی، اون میدونه چطوری آدم ها رو به حرف بیاره. فعلا خدافظ. خدافظ. در باز کن، میخوام برم. بچه یا شیلیتو بدم. بگیرینش. بزن من چه صحبت. ببرینش بلا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز اجنا روز اجنا. یعنی چه؟ مثل که تو حرف حالید نمیشه. بگه مگه صد دفعه نگفتم این بسته تو نظر تو پیاده داره، این کار جرم داره. خب به تو چه؟ میگم جرم داره. میگم به تو چه؟ من مامور دولت هم. خب به من چه؟ به من چه یعنی چه؟ یعنی اگه دولت به تو گفته تو خودت باش جوابشو بدی، اگه به من گفته، اگه با من طرف، من خودم حالیش میکنم. ما زبون همیگه رو بهتر میفهمیم. میگم با زبون خوش برشته بذار تو. کی میگه؟ دولت. تو این همه میچه رو دولت به میگه من بند کرده. نه آخر به خرجش نمیده. یه کاری نکن روح منو بالا بیاره وگرنه میزنم. حالا کوچا بیا شهر کن. مریم خانم نام بده من برادرزاده
ساعت برسته ها؟ بریم میرم. شاید خونه همشگردیاش باشه. هیچ وقت از این کارا نمی کرد. به تو چیزی نگفت؟ چرا؟ گفت که یکی از دختره گم شده همشگردیشه و میدونه کجا رفته. خیلی عجیبه. سلام سرکار، چی شده؟ چی شده؟ میگم چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ مریم از صبح که رفته بیرون هنوز بر نگشته. سرکار چرا همینجوری وایستادی؟ فکر بکنید. من فکرامو کردم و به همه جام سر زدم اما پیداش نکردم. سرکار میگم نکنه همه زیر سر این نامرد باشه. ببینید چطوری خون سرد گرفته اونجا نشسته دلی دلی میخونه. چطور مگم؟ میزنم این نظر تو آزا منیزه تو هاست؟ مگه ماهی چی میندازی تو آن؟ شکلو میگم چی بذار تو ماخش کدم؟ درمان درمان باش سر پاسبان جر بس نکنین انقدر شما با هم دیگه. چه بریم کلاتری. من جدن از این واقعه متاسفم استوار. متشکرم. ببینم استوار، فکر نمی کنین گم شدن برادرزاده شما علت خاصی داشته باشه؟ چرا؟ یه چیزایی به نظرم میرسه. برای همینم بود که شرفیاب شدم. میخواستم ازتون استدعا کنم هم بفرمایید یه ماموریت مخصوص به من و سرپاسبان جلالی برای تعقیب این قضیه گم شدن دخترها بدن. یه چند دقیقه صبر کنید. اطاعت. سطوان عدل، لطفاً بیایید اینجا. بفهمید. بشنید سطوان. متشکرم. قضیه گم شدن برادرزاده استواری زدی را که می‌دونید؟ بله متاسف شدم. این قضیه گم شدن دختران واقعاً مشکلی شده. استوار تقاضا کرده که برای تعقیب قضیه یک ماموریت مخصوص. ماموریت مناسبیه. به خصوص که برای استواری زدی تسلای خاطری هم هست. به دادم برسی. به دادم برسی سرکار. کمکم کنید. چی شده آخه؟ چی شده بابا؟ سرکار جون، الهی من قربونت برم. تو هم واسه قربون صدقه رفتم. بله سرکار. خب بگو ببینم چی شده؟ سرکار جون، خبر مرگم رفته بودم چهار گل بخرم. وقتی اومدم دیدم اتاق مریم رو ریختن به هم. احمد آقا سلمونی رفت تا میخورده کتک زدن و دست پاشو بستن و انداختنش تو اتاق. سرپاس با الحمدلله. برو ببین به سر احمد چی اومده. سرکار کاش میکشتنش خیالمون راحت میشد. سرپاس با هر چی شما بگید. خب باشه بینه چی آهله محله نگاه کن. خب جریان چی بوده بگونه؟ میدونی سرکار درک زدن من داشتم توف مینداختی. میدونی سرکار درک وا کردم یهو همه شون ریختن تو. منم که دیدم هوا پسه تو نمیری افتارم وسط همه شون. چاخامی چاخام چاخانم چیه؟ تو نمیری این شیر نر افتارم وسط شون. یکی چپ یکی راست، یه جا خالی به این یه جا خالی به اون، یه چپ کرکی به این یه جاپا به اون. چهارتشون دراز کردم. مگه چند دوره که چهارتشون دراز کردی؟ درست نشمردم، ده دوازده تایی بودن. دو نفر بودن سرکار. یه پیر مرده بود با یه جوون از این مو بلنده. عجیبه، یعنی دنبال چی میگشتن؟ نمیدونم والا دنبال چی میگشتن. جسارت ها، خیلی معذرت میخوام. مریم خانم این عکس رو داده بود به من که قایم کنم. ولی گفته بود به همون سبرم نشون نده. فکر میکنم دنبال همین میگشتن سرکار. جهانگیره و مریم. اما این هیپیه کیه دیگه توی هست؟ سرپاسبان بله خب چاخان بسته دیگه. پاشو بینم پاشو بریم. فکر نمی کنم مسئله مشکلی باشه. پسر تا چرا پر رو شدی؟ آرمون باش سرپاس بانده با عصبانیت که کار. مریم خانم از همشاگردیاش شنیده بود اینجا جای خوبیه. با شما و داداشم که نمیتونست بیاد. از من خواست بیارمش. خب کی از من مطمئن تر؟ داری رو راست حرف میزنی؟ روت میشه فکر کنی به تو کلک میزنم؟ آره؟ والا چی بگم؟ ببینم این پسر هیپیه که تو این عکس. اینجا روزی هزار تا مشتری داره، اینم یکیش.
اصلا تو اینجور جا چیکار میکنی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، اینجا جای مناسبی نیست، بهتره بریم خونه قضیه رو روشن کنیم. بریم. رئیس دستور داده عروسک رو هم کنیم به خرمشهر. واسه چه اونجا؟ شیوخی که میرن خرمشهر طالب عروسک شدن. اون آدم های خیلی پول داره هستن. بله درست. میدونی؟ آب کردن جنس های گرچه استفاده زیاده، اما مشکله. در هر صورت باز رفت خرمشهر. چه مشکل؟ اینجا مثل اینکه خبرهایی برم جلبشون ده. چی رو جلبشون کنیم؟ بی مدرک و دلیل که نمیشه مردم ها جلب کرد. خب دیگه داشت ما حرفاش همینجور بود. داشتم صحبت جنس میکردم. صحبت عروسک میکردم. خیال میکنم قضیه دستگیرم شده. حرف اینا با قضیه دختره گم شده ارتباط داره. بریم. باید تا هر جا میرم تعقیبشون کنیم. لی 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 بالاخره ردش رو پیدا کردم. خب که خب اونا دخترها رو بردن جنوب دیگه. حالا این چه ریختی واسه خودتون درست کردین؟ پسر مگه پرتی قافلی؟ سرکار جهانم با خودمون ببرین. چون یه مدتی کویت بود و عربی مربی از ذره بلده. جدی میگی؟ جان شما سرکار. پس همه کارمون دیگه درسته. فقط من یه ریش واسه بذارم و تو هم یه ریش و سیبی. سیبی ریشه. خب میذاریم سرکار. یعنی بله. یادش بخیر. اگه درس و مدرسه هم بود، درس و مدرسه های قدیم نصاب یاد بچه ها میدادن. تو نمیری سرباز با ببخشید شیخ جاهل. بله شیخ جاهل. تو نمیری آدم یه ساله مثل بلبل عربی یاد میگیره. هنوز یادمه. فعولون 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 فعول چه گفتی؟ بگو ای مه دروبای. اله هست و الله و رحمان خدای. دلیل است هادی تو گو رهنمای. سر شیخ جاهل. بله شیخ حمید. چی کار داری میکنی؟ سرکار دارم آهنگشو میذارم. شما شعرتو بخون. شما برو من با هاتون میام سرکار. شما شعرشو بگین آهنگش با من. برو بریم. آهنگ چیه پاسبان؟ دارم عربی یادت میدم. سرکار من خیال کردم شما داری شعر بخونی. ما دوتا بالاخره بند آب میدیم. کی از این خلبازی ها میخوایی دست برداریم نمیدونم. درست دیگه جانم. مدیر هتل شک برده بود. شک برده بود ما عرب نیستیم. آخه ما دو تا کلمه عربی میگیم 16 تا فارسی قاطیش میکنیم. از کجا بدونم ما عربی؟ راست میگه. از خیلی جا سرکا. مثلا از کجا؟ از اینجا. کش میکنم همین الان. یه لیلی هرچی شما بین سرکار. واقعا خجالت داره. مثلا شما آمدی ماموریت؟ سرپاسبان این بچه بازی ها چیه در آوردی؟ ماموریت رو لغو میکنم برگردی تهرون ها؟ چای سرکار. مجده علی مجده جناب شیخ علی برادر. ان چه واقع؟ علی برادر هازا حاضر است که شدیداً مشتاق زیارت از جناب علی را از سایل بل. نه برادر نه من برادر. پاسبان. پاسبان بی پاسبان سرکار. حالا دیگه به اتهام استفاده از اسم دیگران زندونی هم میشم. من رفتم. چیکار میکنی پاسبان؟ از اونجا یه راست میفتی وسط خیابون میمیری یا؟ باشه سرکار وسط خیابون بهتره گوشه زندون من رفتم. میفتی میمیری پاسبان. خودو بریم مستقر. شیخ احمد برای زیارت شما بیتابی میکنن. الان را خمشو میکنم. داخل بشید. داخل بشید. داخل بشید. حالت خوب بدم خروج. یا شیخ شیخ احمد. نفهمیدم. الان همینجا بودن. یا شیخ احمد.
سرکار جوابش بده، اون دستوردار نیست. کجا هستید جناب شیخ؟ نه کجا تشریف دادی قربان؟ المسترا المسترا تشریف داره. ببینم مباشرتونم اونتر هستن قربان؟ نه دیگه هم اینجا پیش من وایستاده. دوتایی با هم پناه برخورا، این کاری که دیگه مباشر لازم نداره. واقعا چه ثروت خیلی خوبه. از ثروت اشد و من الموت، یعنی برای همه کار مباشر، برای غذا خوردن، برای قلیان کشیدن، برای سیگار آتیش زدن، برای اما این یه جور شداستش من یکی که تا حالا ندیده بودم. اونجا یه پنجره است. آره میگم دالاشو. واه چی ده؟ گفتم دالاشو. این دردشو جناب شیخ برای حالشون نگرانم، خیلی داره طول میکشه بهش بگید دردشو. میخوام برم رو پشت شاید از پنجره بزنیم به چاک. خب نظر فرم میگفتی یه خون یواش خیال بیخون اینجا بود تا دیگه اینقدر بهم سرکوب نمیزد که هی بگه درد زایمان بدترین درد هاست. بیا ببین بدبخته چه دردی دارم میکشه. آخ بر اون سر بی ارزت بکنن. میبینی یه مباشر چی کارا میکنه؟ تو یه شب نمیتونی عوض من کشیک بدی، اون وقت معاونای مردم جاشون زور هم میزنن. شانس هم باید شانس باشه. شانس درست میفرمایید قربان. روح 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 مطمئنت جنبالی زیاد، هر وقت که امری داشتید این آقا و بنده جفتکی در اختیارتون. روح روح بچه نمیریم بالا سر بخمایی. اینجا راه فرار نداره، پنجره باز میشه به یه توالت دیگه. یه خود خمشو بیا پایین. احمد جی السلام علیکم و رحمت الله. مردشور ترکیب تو ببرن، این چه ریختی از خود در آوردی؟ خواهش میکنم جهانگیر خان شما دیگه. تو از کجا رد ما رو پیدا کردی؟ چه کلکی زدی؟ صدای جهانگیره. به نظرم بنده آب داده باشین. بریم اینم چی شده. وقتی تو اتاق داشتی نقشه اومدن خرمشهر میکشیدی، من پشت در بودم، فهمیدم که داشت گفت باز من کار بزنی. خیال میکرد میذارم تنهای مریم رو پیدا کنم هرچند که من درش میاره. بکه من یه عمری که دارم پایین دختر سینه میزنم. چیز باست خودتو داخل کنی؟ میذارم چکا؟ آروم سب کنه بیرم. تو اومد اینجا چکا؟ ها؟ من تو من اینجا چیکار؟ من اومدم چیکار؟ من اومدم دنبال نامزدم. تو واسه چی اومدی؟ من اومدم دنبال نامزدم. اگه دست از بچه بازی بر نداری اینو میفرستم تو تهران. من دیگه نامزدم. من دیگه نامزدم. من دیگه نامزدم. بابا چرا میگی منو وسلی؟ اول باید پیداش کنی. نه.
من افتادم. ببرشون تا همون اتاق زندانیشون کن. اول بذار یه خبر تازه بهت بدم. شیخ حامد و برادرش و دوستش اومدن تو هتل. آدمای خرپولی به نظر میان. شیخ حامد؟ آره، مترجمم آوردن. ولی اول باید ببینیم اهل معامله هستن یا نه. بعد بفرستیم دنبالشون. اینا رو بردارین ببرین. شیخ حامد میخواستم. بله. الو؟ بله، اتاق جناب شیخ حامده. من مترجمشون هستم. مترجمشون؟ گوش کن آقا مترجم، به اربابت بگو اگه جنس بنز خریداره مشتیش پیش ماست. چه جنسی؟ بگو میخوایم. گوشی رو داشته باشیم بپرسم. میگن هر جور دختری که بخواین داریم. میگن میخواییم، ولی اونا سه تا نه تا میخوان. اشتهات شکی ها شیخ، اونا سه تا نه تا میخوان. بگو باشه، اما باید یکی یکی بیام. آها، باشه، اما باید یکی یکی بیاین. آره، گوشی؟ میگن باید یکی یکی بریم. نکنه کلکی تو کار باشه. هر کلکی باشه، بالاخره یه سرنخی هست، خودش خوبه، بگو بهش باشه قبوله. میفرمایم باشه قبوله. ها؟ اول؟ اول کی میره؟ من شیخ حامد میاد. باشه، یه ساعت دیگه 300 متر بالاتر از هتل زیر نخل سومی. بعد میفهمی، یه پلتیک خوب میخوام بزنم. اونجاست، از اون طرف. همینجا وایسی تا من الان میام. منم الان میام. وایسا کجا میری عوضی؟ تنها نباشه. چیزی لازم داشتی شه؟ لالا. لالا نداریم، لالا بالا. سلامون علیکم. سلامون علیکم. اونجا چیکار میکنی شیخ؟ با اجازه جناب عالی، قدری برنج احتیاج دارم برای کبوترهایم. اونا پاک کرده است، بذارین از تو گونی بهتون بدن. لالا، من به پاک کردهش احتیاج دارم. مرحمت عالی زیاد. خوش گلدی. من همین طور که میرم از خودم رد میذارم، یه خط سفید وسط خیابون. شما هم سرشو بگیرین بیاین، وقت از نقره گرونتره. نقره؟ سر چی سر؟ من میگم دردار میخواد از خودش یه خط سفید نقره‌ای وسط خیابون بذاره. یه گار زده به سرش. Yeah.
از ایوهان ناس و از این قصر حتی استوار گفت کدوم خط رو بگیریم و بیاییم اون حتماً از خودش راحت گذاشته اون خودش یه فاتیک زنه چی خیال کرده میگم نکنه این خط وسط خیابون استوار کشیده که ما رد چی بگیریم باره بابا تمام چطور بگیریم دعوا نکنیم بفهمی تو اجناس عالی در اینجا هست با اجازه خالقین چطورن یاشه؟ باز هم الباقی هست؟ به اشتهاتشو این همه اینجان باز الباقی نه میخواد نه خیلی مشکل پسند من همه را خواست من الباقی را هم خواست دیگه الباقی نیست همشون همینا رو شیخ چون باز هم هست ببین ما داری میگی؟ شیخ راست میگه سلام علیکم و علیکم السلام من مدیر اینجا هستم من میدونم شما چی میپسندیم الان بهتون نشون میدم متشکر بفرمایید این یه چیز استثنائیه میتونین از پنجره تماشاش کنین همون چیزیه که شما میخواین حسن این سمبا نم چی؟ میدونستم میپسندین شما دنبال همین تا اینجا تشریف آوردین مگه نه سرکار استوار خوشحالم که دیگه دستتون رو شده به اون صدمه نزدین که هنوز نه اون مال رئیسه امشب خودش پیداش میشه با ما چی کار بکنیم؟ ما هیچی میفرستیمش ویلای رئیس اون رئیسه که به حاس فکر کنه با این مات باغ چی کار کنه اما شما پیش ما میمونین سرکار و ما هم ازتون پذیرایی میکنیم با آخر شب تومه کوسه های شب میشی حالا برین تو اون اتاق خیالتون راحت بشه تا رئیس برسه زنده بمونید یعنی باید زنده بمونید اصل هاشو بگیرین نخواد ببرینش رو باش زودتر بیفتلو مواظب باشه تکون نخوره بعد کسی طرف آروم باش مبادا گولشو بخورین اون پره تک زنه ببرینش بسا بالا دسته با یا یا دی بیا این موشان دست پاشو ببندی ببندیش اینو بگی خب استوار تو کار تمومه این اصله هره بگیر اگر تکون خور کلکشو بکن بگه من تم بیا نگاه میکنی باز به این نگاه میکنی اگه بخوای پایو چیک بزنی کمونیست نیو فن 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 این من تشنمه بیمه چی میگم من تشنم مد منم میگم به من که مد گوش کن تو تا حالا تشنه بودی من حاضرم هر چی که دارم بدم فقط یه لیوان آب بخورم تو هرچی داشتی دادی دیگه واسه آب چیزی باید نمونی آره اما به اون کله پوکشون نرسیده بود بپرسن این پولایی که دارم گر رو گر خرج میکنم از کجا میام اما اگه تو یه لیوان آب بهم بدی بهت میگم جدی؟ اما همشو تو نباس ورداری ها باز قول مردونه بدی که نصفشو بعد از کشته شدنم بدی به برادر زدن من میدونم اون تو دست اینا بدبخت میشه پس بذار اقلا برای روزگار بدبختیش یه چندرغازی داشته باشه 10,000 تومنش مال تو 10,000 تومنش هم مال اون اینقدر قای نزن سیم خویدی بذار به جای این که تومه کوسه ها بشه به تو بردر زدن برسه وقتی قرار من بمیرم خب چه فایده داره که 20,000 تومن پول بی زبون همینجوری
خوب بقیه حیفاتو بگن. یه وقت خیال وارد نداره. اگه بخوای بهم نزدیک بشی اینقدر داد بزنم تا همه رفیقات جمع بشن. اون وقت دیگه پولا تو دست تو نمیافته. جی جی؟ حالا که همه چیزو فهمیدی باز یه قول مردونه بهم بدی که نصفشو میدی به برادر زادم. قول میدی؟ اگه یاست باشه آیی؟ مگه مرض دارم دم مرگ دروغ بگم و بار گناهامو سنگین‌تر کنم؟ یه خورد آب بهم بده، تشنمه. اول پولا رو بگی. تشنمه. گفتم اول پولا. خیلی خوب، بیا ورش دار، تو آستر پیرنمه. اگه دروغ بگی بازم کمونش نه آخی. ریشو میکنی؟ شماها پلیتیک منو خیت کردین. من هی پلیتیک بزنم شماها خرابش میکنین. حالا من چجوری اون خونه رو دوباره پیدا کنم؟ آخه من تمام راه برهش ریخته بودم. والا والا بلا سرکار تو خیابون هیچی نبود. برنج که هیچی، شما اگه ارزن هم ریخته بودیم ما میدیدیم. اینترنت چه تا مگم؟ به جون شما راست میگه سرکار، هرچند هرچند من دل خوشی ازش ندارم، اما راست میگه به جون شما. همش هی ماشین بود و آدم، ما هم هی گشتیم و گشتیم و گشتیم اما نیافتیم حتی یه ارزن. اصلا بابا ما رو چه به پلیس باسی و این حرفا، ما باس بریم پی قاز چرونه ایمون. در تمام عمر دمی جمله رو درست کنیم. هی بای سبینم، تو گفتی قاز؟ آره سرکار، ننم یک اشکنه حرف ننم تو بل کن. راستی ببینم شماها تو خیابون از این گله های قاز و قاز چرو ندیدین؟ والا تا وقتی که ما بودیم سرکار نه. اما چرا سر خیابون صداشون می اومد؟ آره می اومد. باز قاز چرونی که قازاشو از جلو هتل برده پیدا کنی، اون باز بدونه اون خونه‌ای که من توش رفته بودم کجاست. سر پاسبان یادت باشه فردا اول صبح کار اولمون اینه. باشه سر. گرفتی که فقط بگی دیروز چرایی رفتی و چه اتفاقاتی افتاده، همین دیگه، قرم نزن. والله من میخواستم برم این ور، اما برنج ریخته بودن قازها رفتن اون ور. بله معلومه، مردشون قازاتو ببرن. چرا فاحش میدین سرکار؟ تو قازی؟ نه من قاز نیستم، من قاز شرانم. خیلی خوب، بعدی خودو ور رفتن بعد از اینجا پیچیدیم اون طرف. راه بیا پیران، راه بریم بیران. هره کند دنبال قاز شرون. خب دیگه اتفاقی نیفتاد؟ نه فقط دو سه تا از قازها رفتن تو اون خونه که دقبونش بیرونشون کرد. کدوم خونه؟ اون که داره آهنی داره. ببینم به جز اون خونه قاضی تو حالا خونه دیگه نرفتن؟ امروز نه، اما بعضی وقتا سرای که میکشن سرکار. بیا بسه اینه پوله به سلامت بریم سرکار. حال ممنون، حال ممنون. داشته بره قهرمان بازی در میره، دختره رو نجات بره، بعد دختره خیال کنه من ترسیدم. درک بسته هست؟
سرگر خب از دیوار بره مولا بگی بیا خودو بگی سر کنی سرگر صرف کنی دست مال در بیارم دستم کرده میشه بگی دیگه پاتو میکروب داره خب بریم افتخار کن پا میدارم رو دسته یا سرگر اوخ چه سنگی ماشالله سرگر باز همه توفی رفت تو بفرمین تو چه میدونستی به پرواز بود چرا ما از دیوار برسیدی بالا پولیتیکت درکار پولیتیکت بفرما اما تا پشت به اول ماه دیلنگ دیلنگ چکا کنیم درکار احمدی بالا تا پروازه باش اجا بزن درکار بعد بدبخ شدم سرگر حالا باید چی کار کنم؟ حالا حرف نزد ببینم اونای دیگه کجا رفتن؟ همین جایی خدمت شما سرکار ما موندیم که ازتون پس بری کنیم بیاییم بچه ها خب حالا مثل بچه های آدم دستتون ببریم بالا همه با هم میریم خدمت رئیس خیال خام میکنی بچه تو فکر کردی ما سه نفری همینجوری باشدیم اومدیم اینجا تمام خونه تحت محاصره پلیسه اگه صدای تیر بلند بشه حساب همه تو پاکه میگی نه امتحان کن دستانا خب حالا اگه تکون بخوری تو رو سوراخ سوراخ میکنم آسته بشمار اگه هفتیرشو ننداخ آتیش کن بشمارم یک دو دوانه اصلا اصلا هر بشمارم یک اصلا حتی بنداز جوان ببینگه بکنی جان زد بله من هفتیرا نیا حالا خیال میکاری شیره این کشته بزنم آم چه بزنم تو موقع شو بزنم آم شیر شنه یالا بیخ جلا صاحب کنید شیشم شیر شما سرپاسبان اصلا رو بذار رو شقیقش تکون بخوری رفیقتون کشته میشه اونم بخوشی بخیر توف ننداز بیمارستان کسیف کردی چطور میکنم؟ توف کن این تو ده تو بیا دیگه حرمت کار را ببردی تو چه میگی؟ اگه اون زنده بمونه همه چیزا میفهمی کافیه فقط یکی از آدمای خودشون رو لو بده تلیف مهد مزن تلیف بزن ما الو بله با سرکار استوال کار دارم سرکار بندر بخواهی شماره بخواهم خدا دو بین کیه؟ چای سر بس من جواب بدم بیواره کناره آدیگه که هسته بس بینا بفرمی کجا؟ بسیار کی بو؟ نه تو چه؟ با خودش قهره یه خانوم دمه در سرکار ده ها؟
میگاف یک کار خصوصی با خود شما داره. تو برو ببین کیه. من باید مواظب این یارو باشم ببینم چی میشه. چایتان تو هم حسلمون سر بردی و این توفه. آره شما با سرکار سوال کار داشتی؟ بله. بفرمی حال زخمیه چطوره؟ شما خواهرشی؟ نه من خواهرش نیستم، من از طرف رئیس اومدم. واسه اول پرسی؟ آره حالش خوبه. آره خوبه. اما میتونه حرف بزنه؟ بله انقدر خوب هست که بتونه اسم اونایی رو که میشناسه بگه. رئیس از همین دل خوره. خب رئیس گفته حاضره با شما یه معامله بکنه. چه معامله؟ مریم در مقابل جواد. والا من باس با الان جواب بدیم. آخه استوار چی؟ رازیش کنین. شنیدم شما مریم رو دوست دارین. والا خب آره، اما میدونینم. پس معامله تمومه، همین الان برین هتل تا 10 دقیقه دیگه بهتون تلفن میکنم. من برم به سرکار استوار. ما مدیر میشه، بهتره به این کار برسیم. چند ساعت منتظریم؟ حتما عقیدهشون برگشته. یه ساعت دیگه هم صبر میکنی؟ تا صبح صبر میکنی. الو شما این سرکار؟ کجا رفتی شما؟ من گفتم که خیلی خوب همونجا باش، من الان میام. هرچی شما بگین سرکار. بدش من. الو 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 من میام، تلفنم که بهت رسید. بله ولی من هنوز ساعت 12 سر پول بزرگ. یادتون باشه اگه کلایی بزنید دختری کشته میشه. جوادم بیارین، میتونه راه بره؟ والا فکر میکنم میتونه. آره آره میتونه میتونه. خوبه، دختر ساعت 12 اون طرف پوله، شما سمت شرق ما غرب، بعد مبادله انجام میشه سر ساعت 12. الو 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 اومدی سرکار؟ سلام علیکم سرکار، یه معامله کردم که باورتون نمیشه. بایدم باورتون نشه. ظهر فردا مریم سعی و سالم دستش تو دست شماست. قیمت این معاملت چیه؟ همون یارو که تیر خورد، قرار شد اونو بدیم و مریم رو بگیریم. معامله باطله. بله سرکار؟ بله سرکار. گفتم که باطله. باز چی سرکار؟ باز ما یه کاری کردیم و شما زدیم تو ذوقمون. سرکار جون ما اینطوری میتونیم هزار جا بهشون پرتیک بزنیم. مثلا ما فعلا ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بجز فاتحه خوندن واسه اون یارو. خیلی خب سرکار، فاتحه باشه سر فرصت. واسه کی گفتین سرکار؟ همونی که صحبتشه. یعنی سرکار اون یعنی بله یارو تموم کرد. نقدن هنوز سر صداشو در نیوردیم. تو مریض خونم به دکترا سپردم. درست میشه سرکار. هزار جور که نه. ولی یه جور پلیتیک میشه زد که اون دار دسته خوابش هم ندیده باشن. چه پلیتیکی؟ بعدم نگفتی؟ من یه پلیتیک خوب یادم اومد. بچرخ بینم؟ سر و هیکل و قد و قوارش که با اون یاروی فرقی نداره. بلا نسبت بگین سرکار. خیلی خب با بلا نسبت، ایشالا یه روزم فاتح خونی شما. گوش کن سر پاسبان. برای سرکار قرارتون کیه؟ فردا ساعت 12. پس به جمع. من یکی از معاونا هستم. حرف کم بزن، میخوام دختره رو ببینم. بیارینش. آه.
خنده داره استوار. کجاش خنده داره؟ همه جاش. تو چیزی نداری با من عوض کنی. من میدونم که اون رفیق ما مرده. میدونم کسی که تو به جاش میخوای به من غالب کنی تو پاشنه کفش فرستنده است. خب تو اگر اینا رو میدونستی پس برای چی اومد اینجا؟ برای اینکه تو این چند روزه خیلی مزاحم شدی. اومدم که وقتی دستت رو شد بهت بخندم. اگه نظرم برگردی چی؟ اگه تمام این پل تحت محاصره پلیس باشه چی؟ بلوف نزن، ما بارون دیده ایم. گیرم پلیس این طرفا باشه، تیر اندازی میشه. وقتی تیر اندازی شد، اولین کسی که کشته میشه دختر برادرته. آره، خدا حافظ استوار. کسی رو دارم که با دختر عوض کنم. تو چیزی نداری استوا. سر به سرم نذار. سر پاتبان برای زرگر داداشت رو توقیف کن. برای زرگر داداشت رو توقیفش کن. چی زرگر؟ این که دستوره. تو چی میگی؟ میگه دستوره. مریم محافظه کنن؟ به من میگن استوار، سرکار استوار. آخه میدونی جز من و سرپاسوان و برادرش هیچ کس دیگه نمیدونست اون فوت کرده. هیچ کس هم نمیدونست اون پاشنه کفش برادر سرپاسوان یه فرستنده است. آره خیلی خوب استوار، مثل این که تو بردی دختره رو بیار. برش تو بیار اینجا. چرا بی معرفت؟ چه انتظارهایی که تو داشتم؟ همیشه پیش خودم فکر میکردم، میگفتم جهان دکتر میشه، هر بی نوای بی پولی که مریض بشه داداش دکتر خودم نجاتش میده. چه آرزویی که داشتم دستم. آسابم بفرستش بیار. ببین جهان، وقتی رفتی اونا، وقتی رفتی تو اونا دیگه تموم، دیگه تمومه تموم. واسه هر مردی همیشه یه لحظه هست، یه لحظه که اگه درست تصمیم بگیره پاشو گذاشته تو دروازه خوشبخت. تو اگه بری تو اونا ما دیگه هیچ کیو نداریم که بتونه کمکمون کنه. تا وقتی به اون طرف پل نرسیدی فکر کن، اگه دلت خواست برگردیم. سرپاسبان معطل نکن، بفرستش بیاد. Thank you.
میرسی پسر. شما چی میگی سرکار؟ نه پسر، تو شایدم خوبی، یعنی حتما خوبی. چقدر چقدر با شما به خوش میزش، اما نمیشد. من تو دست اونا اسیر شده بودم، اسیر داداش، اسیر. واسه شما خبر چینی میکردم. اینجا اینجا دیگه چیزی نیست دنبالش بگردید. دخترها رو برگردوندن تهران. اونا سه‌شنبه ساعت 7 صبح رو سکارو میبرن، اگه نتونن خارج کنن میشکننشون. فراموش نکن آهنگ کور، برگردین تهران. آهنگ خوبه. جمعه 26 مرداد به سوی تهران و در جستجوی آهنگ گم شده. آهنگ کور، آهنگ کور، آهنگ کور. سرپاسبان. بله سرکار. تو دستگاه ایرانی دستگاهی به نام کور می‌شناسی؟ من که نشنیدم. کور؟ نه سرکار. سرکار اون دستگاه شوره، این نمی‌فهمه میگه کوره، هی میگه کور. خفه؟ چطور میگم؟ کور و شوره که خودم هم میفهمم. بله چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ چطوری میشه یه آهنگو پیدا کرد؟ سرکار ندکم؟ خفه؟ چطور میگم؟ سرکار، خب باید بریم بگردیم دیگه. نه تو می، بهتره بریم دار بزنیم. سرپاسبان، تو میری کافه رستوران رو میگردی، تو هم برو خیابون سیروس بونگای شادمانی بگم، منم میرم صفحه فروش دارم گردم. یالا به جون. شنبه 27 مرداد ساعت 10 صبح. مرداد ساعت 10 شب. یک شنبه 28 مرداد ساعت 11 صبح. شنبه 29 مرداد ساعت 2 بعد از ظهر. خب چیکار کردی؟ هیچی. تو چی؟ منم سرپاسبان. یعنی تو این شهر یکی نیستی آهنگو بلد باشه؟ سرکو بینم پیدا کوره؟ پدر لالی؟ سرکار، این آهنگ رو میزنه. آب درده باشه بلدم، راه بیافتی. نیسته جاشو عوض کرده. این که همیشه اینجا بود. بریم میرم سر کوچه بادم. بریم سر کوچه قریبون ممکنه اونجا بسات کرده. اینجا هم که نیست. بریم اینجا نیست. بریم سر کوچه بادم. بودم اینجا مردمش دست و دلواسترن. سرقفلی گلجار و 3000 تومان از تیمورشله خریدن. بله خب شهر وست نده سرکار، اصل مطلبش بگین.
اون آهنگ که یادته. کدوم آهنگ؟ من خیلی آهنگ بلدم. همونی که همیشه میزدی دیگه. دام دادام دام دام دادام دام دام. سرکار اینجوری نیست که اینطوری ببین. نای 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 دار 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 نه خیال نمی کنم. ببینم تو زیاد این ور اون ور میری، یعنی تو بزمام شرکت میکنی؟ نه قربونت برم، با این رقاصای لخت و پتی و خواننده های جور با جور کسی دیگه سراغ ما نمیاد. یعنی هیچ جا نمیبرنت؟ چرا؟ ختن سرونی، نیمه شعبونی یا یه مجلسی که زنای چادری توش باشن و نخوان مطربای غریبه روشونو ببینه منو خبر. دیگه کجا؟ دیگه موقعش میرم سرکار. راستش بگو این برای من خیلی مهمه. والا یه جای دیگه هم هست اما اجازه ندارم بگم. چند دفعه اونجا رفتی؟ مگه کلی سرکار پرسیدن چند دفعه اونجا رفتی؟ مقارش بیرم سرکار هستی؟ ولش کنی، شاید اینجا میترسه حرف بزنه. را بیا بریم یه جای دنج بریم. به سلامتی. نوش تصدق. چی؟ به 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 سرکار نگفتم این موضوع همه چطا مگم؟ مهرم؟ قلاب سرکار داره مهرم مخوری نزم تو موقعش الهدی که احمد آقا هم معموره. بچه منم یه پا معموره. اگه معموره وقتا استعفا میدم بسی رفته شد. خیلی خوب. خوب تو حالا میتونی به سوالای من جواب بدی؟ میتونی؟ کسی اینجا ها نیست؟ نه با خیال راحت باشی. خیلی خوب. چند دفعه تو اون خونه رفتی؟ شیشف مرتبه شبای چهارشنبه. آدرسش کجاست؟ من نمیدونم، خودشون میان دنبالم. سه شنبه شبا میان تو غار. غار؟ آره اونجا یه رستورانه، اونجا میان قرار میذارن که کی میان دنبالم که منو ببرن اونجا. خب تو میتونی یه هفته استثنا اونجا دو شنبه شب بری؟ والا با من نیست سرکار، اونا باز بخوان. اونا هم سه شنبه ها بازم دارن، یعنی فردا شب. اما تو پیش از فردا صبح باس بری اونجا، من باس بفهمم اونجا کجاست. تو رو خدا سرکار واسه من درد سر درست نکن، من عاجز و بدبخت و گرفتار نکن. میدونی اونا چی کارن؟ جوانای مردم معتاد میکنن، دخترای مردم رو گول میزنن، یعنی خونواده ها رو آتیش میزنن. میفهمی یعنی چی؟ وقتی یه دختری یا یه پسری معتاد شد یعنی مرده. اینو میفهمی؟ چرا نه سرکار، چرا نفهمم؟ همین بچه لال و کر من تموم امید منه، درست نمیبینمش اما وقتی بوش میکنم به اندازه تموم گلای بهشت برام معطره. چرا نفهمم سرکار؟ مگه من بشر نیستم؟ چرا؟ کاش یه موی تو تن اون نامردا بود. میشه بهش پیوند زد؟ حالا حاضری کمک اون کنی اونا رو بگیریم؟ ها؟ خطری نداره؟ شاید داشته باشه. خطر مالی یا جانی؟ جون چه ارزشی داره؟ خطر مالی رو میگم. نه ترس، استفاده مالی هم واسط داره. ممنونم. خب چیکار کنیم؟ این که امشب نمیتونه بره پیش اونا. درسته، این نمیتونه بره پیش اونا، باید یه کاری بکنیم اونا بیان پیش این. آره سر پاسبان. برای ساکر یه فرستنده و یک گیرنده و یه دوربین میخوام. وای جون چه بدنی. رفت و بعد مصب این دنبست. حرف دهن تو بفهم ده. نه جون شما جدی میگم این دنبست. کیا میگی؟ دختر مشغلی داره لباس شوز. مگونم تو کاباره است؟ تو اتاق سرکار داره لخش. بده بینم بسه. تو کجا رو نگاه میکنی؟ ما رو این کیا واسه کمک آوردیم؟ تو خدا کی هستی؟ باره بابا تن هستی؟ اونجا رو نگاه. رفت تو سرکار. وای داره سرکار اینجا دیگه نمیشه داخل کاباره دید. خیلی خب پس باشیم بریم اون طرف روبرو پنجره هست. چه هیکلم هیکلم به جای حساسش رسیدن. پاشا بینم هی داره دید میزنه. به جای حساسش چقدر تو حسودی. خیلی خب دوربین بنداز ببین چی میبینی. مشغولم دارم میندازم.
اونجا رو باش. وارد شو. حالا باید بره دست چپ. حالا باید بری دست چپ. باید مستقیم بره جلو. بره جلو. بره جلو. بره جلو. حالا باید بپیچه دست راست. خیلی خوب بپیچ دست راست. برو همینطور مستقیم برو جلو. برو. برو. سرکار. ما که طرفای اونو نمیشناسیم. اونم که کوره. از کجا بدونیم کدومشونه؟ تا دیگه دخالت نکن. آچش. اسم اون دو نفر رو که الان روبروتن بلند صدا کن. صدا کرد؟ بله سر شد. دو نفری که سر میز نشستن برگشتن بهش نگاه کردن. نگاهش کن کویی داری بی عصا یا میه. سلام آقایون. این دفعه خواستم بهتون زحمت ندم که بیانی سر میز من. خودم اومدم سر میزتون. یه چیز عجیبه مگه تو کور نیستی؟ گردنتون چی شده؟ گردن؟ رنگ به رنگ شده مگه تو کور نیستی؟ همونطور که میبینین من سالمم تا حالا کلک میزدم 20 ساله که کلک میزنم خب دیگه مردم با عاجز بیشتر کمک میکنن اما شماها این دفعه باید واسه این که عاجز نیستم بهم کمک یعنی چی میخوای؟ پول اونم زیاد نه 50,000 تومان به رئیستون بگین میبینین که من کور نیستم پس بگین فکراشو بکنه من میرم خونم از هر کسی هم بپرسین خونمو بلده اگه راضی شد پولو بفرستین اونجا یا بگین من بیام بگیرم اون وقت منم قرارمو با سرکار استوار که برای فردا صبح ساعت 5 به هم میزنم حالا خودتون میدونی. خیلی خوب بلند شو دیگه صندلی تو برده بذار عقب را بیو میکنم.
جمعی عوضی رو دنبال خودمون راه نندازیم، مگه به خرج کسی میره؟ آخه مگه این چی کار است که باید دنبال بده؟ من با تو ما آخه مأمور دولته، سر پیازه، تای پیازه، فقط بده توف توف بنداز و کارها رو خراب کنه. ها عوضی، من فقط میخواستم به شما کمک کنم سرکار. میخواستم هفته سال سیال نکنی. اصلا به تو چه مربوطه؟ میبینی سرکار، اما اونو با هم اعدام میکنم، پس بده اقل شوخیه یعنی نداشتیم. ها چی با تو شوخی کرد؟ ریج میندازه سرکار. چی ریج انداز؟ با دیگه پکیت میبینه سرکار. سرکار منم میندازم بهش. اینجا کسی ریج انداخته؟ مگه بچه ای؟ بفرما به شما منداخت. مثل اینکه از بیرونه، بریم ببینیم کیه. از بیرونه؟ ریج انداز خوش بنداز. لالیه این وروشک اینجا چی کار میکنه؟ سرکار استوار کیه؟ پسر نیم وجبیه ناکسته. سلام، تو رو خدا حالیش کنین بره کمک بیاره. خیلی خوب، خودم هم همین خیال داشتم. ببین ببین من بهش بگم. ببین لاله بابا من خودم بهش بگم. اشاره میکنیم به اون نگاه کن. همینطوری کارم بکنم. بابا من 5 سال پیش نهار بودم. چه میگه؟ ببین رو ببینی ها؟ اینا ها روبروت وایستاده، حالا ما میریم و جنازه شما ها اینجا میمونه. امیدوارم تو قبر بهتون بد نگذره. نه نه ترس، میگذره، خوش میگذره. فقط قبل از اینکه بمیرم میخواستم بدونم اینا چیه. مجسمه است. ولی توش چیه؟ چون آخرین تقاضات نشونت بدم. نشونش بدید. این قلک خب سرکار استوار، حالا دیدی از خودت زرنگ ترم هست؟ بچه ها خودتون کار تموم کنین. Thank you.
اشتاب Hey, I'm going to show you.